به برنامه 60 دقیقه خوش آمدید. سرخط خبرها. نیروهای امنیتی و معترضان در خیابان لاله‌زار تهران درگیر شدند. اعتراض به وضع کسب و کار بازار تهران، اصفهان و کرمانشاه را برای روز دوم بسته نگه داشت. در ادامه برنامه، رأی دیوان عالی آمریکا به نفع فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ، ایرانی ها همچنان پشت درهای بسته میمانند. عملکرد سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، آیا ایران باید کارلوس کیروش را حفظ کند؟ و یادبود هنریتا لکس، زنی که سالها بعد از مرگ سلول های سرطانیش همچنان منشأ خیر است. سلام بر شما، من جمال الدین موسوی هستم. خوش آمدید، فرزاد فرخزاد هستم. کسی که در دستگاه قضایی ایران حرف آخر را میزند از اعدام اخلالگران نظام اقتصادی حرف زده به عنوان واکنش به اعتراض افرادی که از وضعیت اقتصادی ایران و گرانی مینالند. همزمان با سومین روز از اعتراض‌ها و اعتصاب‌های پراکنده بازاریان در پایتخت و چند شهر دیگر، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که چند ماه پیش خود با قوه قضاییه در افتاده بود، حالا از دادستانی خواسته تا شدت عمل به خرج دهد. معترضان در انتقادها و شعارها دولت و حاکمیت را نشانه رفتند. بخشی از حاکمیت در این گیرودار از بیکفایتی دولت حسن روحانی سخن میگوید و یکی از مشاوران ارشد رهبر ایران هم از اداره بهتر کشور بدون دولت حرف زده. با افزایش عمق و گستره فشارهای اقتصادی در ایران در ماهای اخیر و جدی‌تر شدن اعتراض‌ها، دولت و حکومت چگونه عمل کردند؟ بیشتر در این باره حرف می‌زنیم. اول گزارشی از کسری ناجی. برای روز دوم از تهران و بعضی از شهرها خبر از نارامی‌ها و ادامه اعتصاب بازاریان و کسبه می‌رسد. این در لاله‌زار تهران. اینجا همون جایی بودش که قبلا دست ما بودش، الان اومدن گرفتن، خط و نشون می‌کشن. باتوناشون رو میدن بالا، خیابون لاله‌زار اون قسمت رو گرفتن. وقتی حمله میکنن تمام موتورها رو میشکنن، به ماشینا هم ضربه میزنن. این که میگن خسارت رو مردم میزنن، خودشون میزنن. الان موتورها رو همه رو زدن شکوندن، یک دفعه میدونن. الان خود یکی همون وسط وایساده داره از ما فیلم میگیره. در تهران بخش‌هایی از بازار تهران برای روز دوم بسته بود. خیلی از شعارها سیاسی علیه حکومت و دخالت‌های ایران در سوریه و منطقه. در بعضی از شهرهای دیگر هم گزارش از اعتصاب بازاریان می‌رسد. این بازار کرمانشاه امروز. نارامی‌های این دو روزه مقام‌های کشور را تکان داده و وادار به واکنش‌های تند کرده است. در چند کیلومتری محل نارامی‌ها رئیس جمهوری امروز خواهان برخورد با کسانی شد که دولت و حکومت را تضعیف می‌کنند. دادستان‌ها امروز وظیفه سنگین‌تری را بر دوش دارند، اون که به صورت علنی و آشکار آینده را سیاه نشان می‌دهد نیاز به شکایت خصوصی نداره. اون که داره امید مردم رو از بین میبره، به یک معنا داره به دشمن کمک میکنه، به یک معنا داره با آمریکا کمک میکنه. رئیس جمهوری ایران در روزهای اخیر زیر انتقادهای زیاد بوده به علت عملکرد اقتصادی دولتش و به خصوص سقوط دائم و روزانه ارزش ریال. ما ممکنه فشارهایی و مشکلاتی رو داشته باشیم، ما از مشکلات عبور خواهیم کرد به حول و قوه الهی، با کمترین هزینه، با کمترین خسارت. اما نیازمند به این هستیم که همه ما با آینده امیدوار باشیم. ظاهراً دستگاه قضایی هم راه حل مشکلات را در بگیر و ببند و اعدام می‌داند. دادستان تهران گفت از تعداد زیادی از به قول او عاملان آشوب دیروز بازار تهران دستگیر شدند. و رئیس قوه قضایی هم اینجا هشدار داد که به قول او اخلالگران در بازار باید منتظر اعدام باشند.
من اینجا داره هشدار میدم به این اخلالگران نظام اقتصادی، خوب گوش کنید، پنبه ها رو از گوش بیرون بیارید، چشما رو خوب باز کنید. این کارها به عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور تحت قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور مجازات های بسیار سنگینی داره. در اونجا دیده شده که اگر این کار مصداق افساد فی الارض باشه اعدام، و اگر غیر از این باشه تا 20 سال حبس، و تمام اموالی که از این باب بیاد مصادره میشه. این در حوالی لاله‌زار امروز. نیروهای ضد شورش در یکی از کوچه ها نفس کش میطلبند. گزارش های زیادی است از حمله آنها به اتومبیل ها و موتورهای پارک شده، نوعی انتقام جویی. قبلا همین چند ماه پیش رهبران کشور از حق مردم برای اعتراض سخن به میان آورده بودند. سرکوب و دستگیری و خط و نشان کشیدن و تهدید برای دولت مردان ایران راه حل مشکلات امروز. کسری نجی، بی بی سی. برای آگاهی از موضع‌گیری های داخل ایران و همینطور درک بهتری از جو سیاسی داخل، بد نیست که به مطبوعات مراجعه بکنیم. مریم افشنگ اینجاست. وقتی روزنامه ها رو نگاه میکنیم، خیلی از روزنامه ها از در همراهی با دولت پیش اومدن. روزنامه های موافق با دولت چی میگن؟ روزنامه های موافق با دولت هم در واقع دارن اشاره میکنن که چقدر دولت تحت فشار از جانب جناح محافظه کار، و مثلا روزنامه شرق یه تیتری داره و یه گزارش مفصلی داره میده از دور تازه حملات اصولگرایان به روحانی، که در این گزارش داره از جانب نماینده های مجلسی که خواهان استیضاح دولت، عدم کفایت دولت هستند، و میگه که مثلا محمد دهخان نایب رئیس فراکسیون ولایی مجلس گفته که اگر که دولت نمیتونه راه حلی پیدا کنه و تنها راه حل مشکل رو عقب نشینی میدونه و میخواد تجربه گذشته رو که احتمالاً منظورش برجامه تکرار بکنه، ادامه حضور دولت خیانت و باید کار رو به اهلش واگذار کنه. بعد از صحبت‌های آقای رحیم صفوی مثال میزنه که گفته که اصلا شاید که گاهی به نظر میرسه که اگه دولت نباشه کشور بهتر اداره بشه. میگه انقدر این انتقادات تنده که گاهی مثلا یه کسی مثل محمد رضا باهنر که اون هم جز مخالفان دولته میگه که زیراب زدن کار درستی نیست و بهتره که فعلا همدلانه با هم کار کنیم. بعد از طرح رئیس جمهوری نظامی میگه و از گزارشی که گویا روزنامه اعتماد نوشته و گفته بوده که سرتیپ حسین دهقان مشاور صنایع دفاعی فرمانده کل قوا اولین چهره نظامی با سودای ریاست جمهوریه، از اینکه از رضاخان حزب اللهی یا رضاخان مصلح دارن صحبت میکنن اصولگرایان، همه اینا رو میگه، و اینکه میگه که در هر صورت در نهایت روزهای سختی آقای روحانی داره و دیگه 3 سال مونده تا پایان دولتش، ولی همینطوری از تعداد مدافعانش کمتر میشه و منتقدانش اضافه میشه. روزنامه بعد روزنامه اعتماده که از حمله گازنبوری به دولت میگه، اون هم کمابیش این همین چیزهایی که شرق نوشته رو گفته، ولی داره اشاره میکنه که نه تنها محافظه‌کاران، که آدم‌هایی که از دوستان و نزدیکان آقای روحانی بودن مثل حسین موسویان که نماینده سابق ایران بوده در مذاکرات هسته‌ای، اون هم خواهان استعفای دولت یا انتخابات زود هنگامه، و این رو به عنوان از در واقع این استعفای روحانی رو از زبان آقای موسویان به عنوان تیر خلاص نام میبره. بعد همینطوری این هست، و اینکه در واقع میگه که جنگی که امروز علیه روحانی آغاز شده جنگی همه جانبه که بر استراتژی حمله گازنبوری و اصولا اوضاع تلخیه. و روزنامه های اون طرف مثلا کیهان، مثلا وطن امروز که مواضع تندشون علیه دولت مشهوره، همه میدونن دربارش. خب کیهان که اصلا در چند روز گذشته تیر انتقاداتش همینطوری دولت رو داره نشونه میگیره، امروز گفته که از تیتر دیروزش مخاطبانش خیلی هم استقبال کردن که گفته بود اعدام و مصادره اموال راه حل فوریه،
بعد آقای شریعت مداری، حسین شریعت مداری، یادداشتش امروز هست که آستین خالی از دست همت، میگه که خبرنگاران کیهان رفتن مصاحبه کردن با کسبه محل و اونا گفتن که هیچ کدوم از کسبه نبودن که ملت رو دعوت کردن به در واقع اعتراض و اینا، آدمای غریبه بودن. و بعد از زبان آنها میگه که در این مدت دو کلمه حرف حساب ما از دولت نشنیدیم. بعد میگه که آقا بنویسید بر پدر برجام لعنت، و اینطوری همینطوری ادامه پیدا میکنه. بعد روزنامه وطن امروز هست که وطن امروز هم انتقادی کرده از بازدید آقای روحانی از توچال که گفته اقتصاد توچال، روحانی توچال. ممنونم از مریم افشنگ که مطبوعات رو و همینطور موازی که در مطبوعات منعکس شده رو برای ما گردآوری کرد. اما مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از بن آلمان با ماست. آقای مهدوی آزاد، مریم هم نگاهی کرد به مطبوعات و همه اینها معلوم بود. یکی از چیزهایی که خیلی گفته شد حرف از اینه که دولت باید جای خودش رو بده به شاید یک تیم جدید، یا حرف از اینه که شاید کشور بدون دولت هم بهتر اداره بشه. این یک نظر شخصیه یا اینکه ممکنه یک برنامه و طرح پشتش باشه؟ ببینید، مجموعاً جناح اصولگرا رو ما الان به چند دسته میتونیم تقسیم بکنیم. یه دسته کسانی هستن که در واقع هم طرفداران مثلا آقای احمدی نژاد، اینها تحت تاثیر رقابت‌های قبلی الان دلشون خنک شده، فرصت رو مغتنم میشمارن به دولت حمله بکنن، هدف سیاسی روشنی ندارن. دسته دوم روزنامه‌های مثل کیهان، وطن امروز، نمیدونم رجانیوز، اینا هستن. اینا هدف سیاسی روشن دارن، یعنی یا معتقدن دولت باید بره، قدرت رو یک فرمانده سپاه، یک فرمانده نظامی دستش بگیره، یا معتقدن اساساً سیاست خارجی ایران باید عوض بشه به سمت ایدئولوژی. آقای مهدوی آزاد، بیشتر منظورم اینه که کسی مثل آقای رحیم صفوی مثلا میاد این موضوع رو مطرح می‌کنه، مشاور عالی رهبر ایران. این از یک نظر شخصی داره حرف میزنه یا اینکه ممکنه از یک سیاست پشت پرده؟ نه، آقای رحیم صفوی به گمانم نظر شخصیش رو میگه. سیاست تا اونجا که مربوط به آقای خامنه‌ای است، ما هیچ نشانه‌ای واسه پایین کشیدن حسن روحانی نمیبینیم. آقای رحیم صفوی تو همین مصاحبه میگوید که مثلا صنعت خودرو سپاه رو به خودش راه نمیده. صنعت خودرو طبق گفته وزیر بازرگانی 26 میلیارد دلار در واقع گردش مالشه، بنابراین برنامه‌های سپاه پاسداران رو برای قبضه بیشتر اقتصاد ایران داره نمایندگی میکنه. آقای رحیم صفوی از همون دسته دومی است که در واقع معتقد دولت باید به نفع سپاه پاسداران عوض بشه و کنار بره. خب دولت با این سیاست‌هایی که دنبال کرده، مشخصا آقای روحانی، در این چند ماه از نظر شما چطور عمل کرده؟ چه واکنش چقدر متناسب و درخور بوده؟ ببینید، شما با اقتصاددان‌ها که صحبت می‌کنید، مقامات اقتصادی دولت هم میگن بحران فعلی، فروپاشی قیمت ریال دلیل اقتصادی نداره. دلایلی که میگوین مثل نمیدونم تورم، مثل نمیدونم نقدینگی، سیل نقدینگی، سفته بازی همیشه در اقتصاد ایران بوده. بحران فعلی دلیل سیاسی و اجتماعی داره. در حوزه سیاسیش دولت آقای روحانی مطلقاً مقصر نبوده. این سیاست‌های شخص آقای خامنه‌ای است. اون روزایی که جیک مستونش بود به اوباما میگفت نمیدونم فرقی ندارن، میگفت فرصت رو از دست داد، میگفت برجام دو برجام سه خیانته، اون موقع بعد فکر میکرد. اما دولت آقای روحانی از یک جهت به گمان من مقصره. اگر آقای روحانی در یک سال گذشته این گردش به راست غیر منطقی رو انجام نمیداد، باعث فروریزی آراش نمیشد، همچنان اعتماد مردم رو مثل خرداد سال گذشته داشت، میتونست مسئله رو در واقع مدیریت کنه. واقعیت این است که بخش قابل توجهی از این بحران هم ناشی از سرخوردگی طبقه متوسط از آقای روحانی است، ناشی از بی‌اعتمادیش به دولت، عقب نشینی های مکرر، اینکه حرفاشو پس گرفته و اینکه تقریبا نمیتونه به هیچ وعده اقتصادی آقای روحانی حتی اعتماد بکنه. چقدر موضوع دولت، آقای ظریف گفت که کار از این حرفها گذشته. منظورم اینه که آیا میشه هنوز امیدی داشت به یک راه حل داخلی؟ من هر چی فکر میکنم راه حلی به ذهنم نمیرسه. واقعیت این است که اگر منطقی باشیم، اینکه ایران الان بخواد با آقای ترامپ مذاکره بکنه حماقت محض، واضح هست که این به معنی شکست ایران تعبیر میشه. از اون طرف مذاکره هم نکنه، روز به روز در غرب فرو میره. تازه اول بحران، هنوز بحران شروع نشده، قرار هست مرداد ماه دوره اول تحریم های آمریکا در واقع اجرا بشه، آبان ماه قرار هست تحریم های اصلی ایالات متحده اجرا بشه. روزهای بسیار سیاهی در اقتصاد ایران هست. من چیزی به ذهنم نمیرسه مگر اینکه آیت الله خامنه ای خواب نما بشه، مگر اینکه بخواد برعکس تمام 40 سال گذشته
یه سیاست ملی مبتنی بر پذیرش تمامی جناح‌های سیاسی، گفتگو با تمامی جناح‌های سیاسی، اعتماد به افکار عمومی، دست برداشتن از این فشارهای بی‌وقفه اجتماعی رو پیگیری کنه که فکر می‌کنم امیدش خیلی خوشبینانه است. واقعیت این است که روی کاغذ دولت آقای روحانی، یا بهتر بگیم حکومت جمهوری اسلامی، به خاطر عملکردش تو یک نقطه پارادوکسیکال قرار گرفته. این به معنی نیست که حکومت فردا فرو می‌پاشه یا هیچ چیزی برای مقابله نداره. نه، ایران همچنان در 5 پایتخت دستور میده، همچنان قدرتمنده، اما از روی کاغذ از نظر معادلات سیاسی در بنبست گرفتار شده. اگر تجربه 40 سال اخیر رو نگاه بکنیم، خیلی ها در داخل حاکمیت حرف از این میزنن که جنگ تقریبا به همین شکل مدیریت شد، بحران‌های متعددی که وجود داشت رو جمهوری اسلامی از سر گذروند. الان آیا شرایطی هست که بتونن این رو مدیریت بکنند؟ ببینید، این همین چیزیست که آقای دکتر ظریف یکی دو روز پیش به نظر پاسخ میداد. در ماجرای جنگ، قطعنامه 598، حتی در ماجرای هسته‌ای، نرمش قهرمانانه، ایران با یک کشور یا با گروهی از کشورهایی مواجه بود که خواسته مشخصی داشتن، میگفتن از موشکی دست بردار، از هسته‌ای دست بردار و غیره. الان هم ظاهرا با همین ساختار مواجه، یعنی اسرائیل یک خواسته داره، عربستان یک خواسته، آمریکا خواسته های مختلف، اهداف مختلف، اما مجموع فشارها، مجموع شرایط باعث شده که در واقع صحبت از بقا یا عدم بقای جمهوری اسلامی بشه. البته این یادم نره، آقای ترامپ، همون آقای ترامپی است که میگفت مرد موشکی، به کیمون فوشا رو میداد، یا به مجرد مذاکره با کیم اصلا از زمین با آسمان عوض شد، شروع کرد از کیم تعریف کردن، اون رهبر مقتدری است و غیره. ممکن هست روی کاغذ این اتفاق برای جمهوری اسلامی هم بیفته، ولی تاکید میکنم از نظر تئوریک منازعه فعلی ایالات متحده آمریکا و ایران به دلیل اشتباهات استراتژیک آقای خامنه ای یک منازعه با حاصل جمع صفره. در چنین منازعه ای الان با این شرایط ممکن نیست که دو نفر پیروز بشن. در واقع بازی برد در این شرایط فعلا ممکن نیست. ممنونم از مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از بن آلمان. بابا از مهر پارسال که ناگهان قیمت ارز بالا رفت، به نظر میرسد مهار آن برای دولت غیر ممکن بوده. این افزایش هم مردم و هم دولت ایران را زیر فشار قرار داده و با اینکه همه مخالف افزایش قیمت ارز هستند، هنوز قیمت آن ثابت نشده. دولت برنامه های مختلفی را اجرا کرده، ولی به نظر میرسد هیچ کدام کارایی لازم را نداشته. شهریار سیامی نگاهی کرده به برنامه هایی که دولت در چند ماه گذشته برای مهار قیمت ارز به کار گرفته. امروز نیروهای امنیتی، چه وزارت اطلاعات، چه اطلاعات سپاه، ناجا و نیروهای امنیتی دیگه موظفند شناسایی کنند اخلالگران در نظام اقتصادی کشور. آخرین تلاش‌ها ملغمه ای از خواهش و تهدید است که شاید قیمت ارز کاهش یابد، در حالی که رئیس قوه قضاییه خط و نشان می‌کشد. سخنگوی دولت از ایرانیان خارج نشین تقاضا می‌کند ارزشان را به کشور انتقال دهند. روز شنبه در سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه، دولت برنامه‌هایی رو که برای شرایط بدبینانه تا سال 1399 ما به ریز بودجه اضطراری داریم. مهر ماه پارسال برای سال دوم در دولت روحانی قیمت دلار به بیش از 4000 تومان رسید. مسئولان دولتی آن را موقت پنداشتند. دلار 4750 تومان نیست، حالا وسط این دعوا شما نرخ تعیین نکنید، خیلی پایین تر از این هست، همین امروز هم پایین تر از این بوده، باز هم باید پایین تر از این بیاد. خروج آمریکا از برجام اما ماجرا را پیچیده تر کرد و سرعت صعود قیمت ارز هم بیشتر شد. همزمان دولت دست به کار شد و برای کنترل نقدینگی و نرخ ارز سه برنامه مختلف را اجرا کرد. دلارهایی که از متهمین گرفته میشه همه توی این پاکت ها. دستگیری دلال‌های ارز در خیابان‌ها که بیشتر جنبه نمایشی داشت. فروش ارز علاوه بر ضبط کالا، انتشار اوراق گواهی سپرده ریالی با نرخ 20% و ریالی که مبتنی بر ارز 1 و 2 ساله بود با نرخ سود به ترتیب 4 و 4.5%، و برنامه سوم اما پیش فروش 1 ساله سکه بود، ماجرایی که خودش دردسرساز شد و قیمت سکه را هم سوار همان موجی کرد که ارز با خود می‌برد. سرانجام دولت قیمت ثابت دلار را 4200 تومان اعلام کرد، با این اطمینان که تمام نیازهای ارزی کشور با این قیمت برطرف می شود. برای اینکه خرید فروش ارز قابل کنترل شود، از سامانه نیما رونمایی کرد.
سامانه که اجازه میدهد وارد کننده ها و صادر کننده ها و صراف ها در فضای کنترل شده معامله کنند. سقف ارز مسافری تعیین شد و محدودیت هایی هم برای واردات کالا. باز هم ارز افزایش قیمت داشت. ارزی که قرار بود تک نرخی شود ناگهان با چندین نرخ متفاوت ارائه شد. آخرین برنامه دولت هم اعلام ارز توافقی بود، به این معنی که صادرکنندگان خصوصی می توانند در بازار بورس 20% ارزشان را با قیمت توافقی به واردکنندگان بفروشند تا آنها هم کالاهای خاصی را با این قیمت وارد کنند. به این ترتیب سه نوع ارز ایجاد شده است: کالاهای اساسی با ارز 3800 تومانی، کالاهای مجوزدار با قیمت 4200 تومانی و کالاهایی که مجوز واردات محدود دارند با ارز توافقی که هنوز کسی قیمت آن را نمی‌داند. اینکه این برنامه قیمت ارز را کاهش خواهد داد کسی نمی‌داند و راه کاهش ارز را رئیس جمهوری به خوبی گفته است. و شما بدونید ما در دولت 11 اگر در سالهای اولیه تونستیم آرام کنیم اقتصاد رو، خیلی کار زیاد ما نکرده بودیم. اعتماد درست شده بود، اعتماد باعث شده بود. ما کاری برای ارز نکرده بودیم. ما همین که آمدیم ارز آمد پایین، اقدامی اصلا نکرده بودیم. شهریار سیامی، بی بی سی. علیرضا صلواتی، کارشناس بورس و اقتصاد سیاسی در استودیو با ما. آقای صلواتی، جمال مفصلا با مهمانان دیگر برنامه بحث سیاسیشو انجام داد. حالا میدونیم ایران تحت تحریم هست، فشارهای بین‌المللی هست، کشوری منزوی هست. با توجه به همه این شرایط، چه راه حل اقتصادی جلوی دولت هست که میتونه انجام بده و آیا انجام داده یا هنوز انجام نداده؟ اگه بخوام از جمله آخر آقای روحانی بحث رو شروع بکنم، درسته بحث اعتماد خودش یه بچه سنگینی روی بحث روی اقتصاد داره، ولی ما باید توجه داشته باشیم که فقط این نیستش. دولت به خاطر اتفاقات خیلی زیادی این اعتماد رو از دست دادش. مثلا همین بحثی که آقای نوبخت الان مطرح میکنن در مورد اینکه بیارید سکه ها رو تحویل بدید و طلاتون رو بیارید، این همش اتفاقاتیه که روی اعتماد مستقره. ولی متاسفم بگم که از دولت دوم آقای روحانی این اعتماد رفته رفته از هم پاشیدش. مثلا با اون تیم اقتصادی که آوردن و تشکیل معاونت اقتصادی، یه سیاست اقتصادی این دولت پیش گرفتش که ما تبلورش رو در همین مصاحبه آخر آقای رئیس جمهور در سال قبل میبینیم که گفتن که دلار این قیمتش نیستش، و بعدش این پوست خربوزه که آقای نوبخت گذاشتن زیر پای معاون اول آقای رئیس جمهور آقای جهانگیری، و رفته رفته این مسئله پا گرفت. یعنی اگه همون موقع حرف کارشناسا رو قبول میکنن و اجازه میدادن دلار قیمت واقعی خودش رو با تورم پر بکنه که چیزی شاید حدود کمی بیش از 6000 تومان بود، امروز با این آشفتگی مواجه نبودیم. اینا بحثای اقتصادیشه، ولی بحثای دیگه‌ای هم داریم. ببینید وقتی این اعتماد رفته رفته به خاطر همین صحبت‌ها از هم میپاشه، این غول خفته نقدینگی بیدار میشه و بعدش ما از اون طرف یک تصمیم عجیبی میگیریم، یهویی 5% سود سپرده رو به شکل دستوری کاهش میدیم، تشدید پیدا میکنه. شما مثلا یه وزنه برداری رو توجه داشته باشید، حالا برعکسش رو میتونه انجام بده الان که شرایط اینقدر بحرانی میشه، یا میتونه نرخ بهره رو ببرن بالا. ببینید بازم دستوریه، اگه شما یهویی بیاید بگید 5% ما اینو کم میکنیم، بازم دستوریه دیگه. باید اجازه بدن که نرخ بهره به شدت شناور باشه. ولی بذارید همین رو از اینجا میخواستم بگم که ببینید وقتی شما یه وزنه برداری رو توجه داشته باشید، میتونه 201 کیلو وزنه بزنه، ولی 201 کیلو نیم دیگه نمیتونه بزنه، برای اینکه دیگه اونجا میشکنه. این غول وقتی بیدار میشه، خب شروع میکنه اونجا رو عین یه سیاه چاله ای، بعد هر چی روش میریزی این رو میکشه میبره. علاوه بر این که ما میدونیم که بنگاه های اقتصادی دولت در سایه هم به کمک این تشکیل سیاه چاله میاد و هر چیزی دولت اونجا مینریزه اون رو میکشه میبره پایین. الان مثلا کی باور میکنه که توی این کشور 6000 تا ماشین چند صد میلیونی وارد شده و داره میگرده و فقط سایت هک شده؟ یا مثلا کی باور میکنه که 25000 تا سکه رو خریدن و بردن، الان ما میخوایم بریم توی کوچه و خیابون کسایی که دلار مثلا 100 دلار 200 دلار دستشون دارن بگیریم؟ اینا حرفایی نیستش که دیگه جامعه رو به اون اعتماد بکنه. و همون جمله آخر آقای رئیس جمهور، اعتماد از بین رفته، این مشکلات به وجود اومده.
ولی ما بخوایم بگیم که خیلی خوب الان این شرایط رو داریم، آیا کارهایی هست؟ بله خیلی کارها هستش. من همین الان که داشتم میومدم توی راه به داشتم نگاه میکردم که آخرین اطلاعاتو چک بکنم، به برخوردم به توییتر خانم دکتر ورشوچی. ایشون خیلی عالی لیست کرده بود، خیلی جالب بود، یه چک لیستی رو گذاشت، همون چک لیست رو فردا پرینت بگیرن بذارن جلوی میز آقای نهاوندیان بخواد اینا رو تیک بزنه. این اتفاق، ببین این اتفاق برای اقتصاد ایران یه چیز خیلی یونیکیه، یعنی مثلا در سال 40 سال اینقدر وضعیت بد نبوده، ولی تو اقتصاد دنیا خیلی فاجعه بار نیست. چیکار کردن دنیا، کشورهای دیگه که شرایط مشابه داشتن، اونایی که نمونهای موفق بودن، ونزوئلا و نمیدونم کشورهای دیگری که بحرانای شدید داشتن، نمیگم اونایی که موفق عمل کردن چه کردن؟ ونزوئلا خیلی خوب بود، ولی وقتی که بستش به این روز افتاد، ما میخوایم همون راهو دوباره تکرار بکنیم و بریم. این اتفاقات خیلی شدیدترش، من میگم که در ایران یونیکه، ولی در دنیا خیلی از این بدتر بوده. تورم آرژانتین چند صد درصدی بود، تورم من به شما عرض بکنم که بلغارستان در سال 97 خیلی از این بدتر بودش، ترکیه در زمان دولت بولند اجوید خیلی وضعیت بدتر از این داشتش. یه پروسه کاملا مشخصی هستش، میذارید جلوتون، شروع میکنید اونا رو چک لیست‌ها رو انجام دادن. مثلا توی ایران این اولا داشت که باید یه سری اراده ایجاد بشه، که من معتقد نیستم که اصلا اراده ای هست برای اینکه این اقدامات بشه، یا اینکه ما دو سه تا از این اقدامات رو بگیم، ما می‌خوایم این مریض رو آیا ببریمش سی‌سی‌یو اول بستری بکنیم که نذاریم بمیره بعدش بریم به مراحل بعدی، مثلا یا اینکه ما منتظریم اول تکلیفمون از دست آقای روحانی راحت بشیم، آقای روحانی بره کنار، بعداً بخوایم به اقدامات بپردازیم. الان آقای روحانی میاد به شما میگه آقای سلواتی به من یه نسخه بده، یه راه حل بده، چی کار بکنم؟ اولاً میاییم این رو شروع میکنیم به شفاف سازی و قانون و اجازه فسادها رو میبندیم جلوش رو، فسادهایی که توی همین واگذاری ها اتفاق افتاد، اون آربیتراژ عجیب و غریبی که توی پرداخت سکه ها اتفاق افتادش، یعنی اون سکه رو وقتی با اون میدادم قیمت دلارش با قیمت دلار بیرون هم فرق میکردش، یعنی اون سکه طلا رو وقتی حساب میکردید جلوی اونجور فساد ها رو، یعنی تک نرخی بکنن آزاد، اونا رو جلوی فساد رو بگیرید، دلار رو آزاد بکنید هر چند که میشه. مثلا در ترکیه آزاد کردن شدش، مثلا من میگم 150 هزار تومان هر دلار، خب اصلا مهم نیستش که وقتی چون میاد خودشو جمع میکنه میاره واقعیش میکنه، اگه جلوش رو بگیری میاد میرسه به 10,000 تومان، بعد تو میگه ای کاش من همون 6,000 تومان رو جلوش رو آزاد میکردم. سهام رو شروع بکنن به واگذاری سهام، جاهایی که خیلی ارزش داره برای جمع نقدینگی، مثلا اوراق قرضه وارد بکنن برای جاهای سودده، مثلا راهن. شما فکر کنید اگه بخواد راهن ما تکون بخوره و اون سرمایه عظیمی که الان در بیرون هستش به سمت حمل و نقل ریلی بره و واقعا بخواد سوداوری بکنه، که بسیار هم سوداور هستش، قسمت عمده ای از این نقدینگی رو، یعنی فقط 2-3 تا از اینها اگه اجرا بشه، ولی من و خیلی های دیگه بر این اعتقاد هستن که ما هر دو طرف رو بستیم، یعنی هم اراده سیاسی نداریم و همین که دامن میزنیم به قضیه، یعنی دو مشکل اساسی داریم. علیرضا صلواتی، کارشناس بورس و اقتصاد سیاسی، خیلی ممنونم از شما. برنامه صفحه 2 امروز هم که بلافاصله بعد از همین 60 دقیقه پخش میشه به اعتراض‌های اقتصادی و تأثیرش بر موجودیت نظام جمهوری اسلامی ایران می‌پردازه. برنامه 60 دقیقه رو با چند خبر کوتاه ادامه میدیم. خبرگزاری‌های دولتی سوریه از اصابت 2 موشک به نزدیکی فرودگاه بین‌المللی دمشق خبر داده. این خبرگزاری در مورد تلفات و خسارات احتمالی جزئیاتی نداده، اما گفته نیروی هوایی اسرائیل این حمله را انجام نداده. خبرگزاری روسی اسپوتنیک هم گفته هدف حمله هواپیماهای اسرائیلی یک هواپیمای حمل و نقل ایران بوده که نابود شده. منابع رسمی اسرائیل در این باره هنوز اظهار نظری نکردند. رسانه‌های دولتی سوریه میگویند نیروهای طرفدار دولت کنترل 2 روستا را در شمال شرق استان درعا در مرز بلندی‌های جولان در دست گرفتند. این اولین بار است که این نیروها در نبرد با مخالفان کنترل مناطقی را در جنوب غرب سوریه به دست می‌گیرند. سازمان ملل متحد میگوید در درگیری‌های هفته‌های اخیر حداقل 45 هزار نفر آواره شدند و غیر نظامیانی از جمله کودکان در حملات هوایی کشته شدند. کشورهای عضو نهاد نظارت بر سلاح‌های شیمیایی سازمان ملل در لاهه تشکیل جلسه دادند. هدف این جلسه بررسی افزایش اختیارات این سازمان به صورتی است که بتواند مقصر در حملات شیمیایی را تعیین کند.
بریتانیا و متحدانش فرانسه، ژاپن و آمریکا درخواست تشکیل این جلسه را دادند. در صورتی که اختیارات این نهاد بیشتر شود، میتواند در مواردی مثل حمله شیمیایی در دوما یا مسمومیت مأمور پیشین روس در سالزبری بریتانیا مقصر تعیین کند. علی اصغر حاج سید جوادی، نویسنده و فعال سیاسی ایرانی، در 94 سالگی در پاریس درگذشت. آقای حاج سید جوادی که مدتی سردبیر روزنامه کیهان بود، به دلیل نوشتن نامه‌ای انتقادی به محمد رضا شاه پهلوی در اواخر دوران حکومتش چهره جنجالی شد. او چند ماه بعد از پیروزی انقلاب مقاله‌ای با عنوان صدای پای فاشیسم در انتقاد از انقلابیون نوشت و بعد از مدتی در پاییز سال 1360 مخفیانه از ایران خارج شد و تا پایان عمر در پاریس زندگی کرد. دیوان عالی آمریکا اجرای فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ را تایید کرد. قاضی ارشد دیوان عالی در حکم خود نوشته که دستور رئیس جمهوری آمریکا قانون نیست. قاضی‌های دیوان عالی آمریکا گفتند نسخه سوم فرمان دونالد ترامپ برای منع صدور ویزا برای مردم چند کشور از جمله ایران ادبیات واضحی دارد و در حدود اختیارات رئیس جمهوری است. بیشتر از هادی نیلی که به مقابل دیوان عالی آمریکا رفته بود درباره جزئیات این حکم پرسیدم. در بررسی فرمان دونالد ترامپ برای منع ورود شهروندان چند کشور از جمله ایران، دیوان عالی آمریکا با دو سوال عمده مواجه بود. اول اینکه آیا رئیس جمهوری آمریکا اختیار چنین محدودیتی رو داره؟ اختیار داره که چنین محدودیتی برای ورود شهروندان چند کشور بگذاره؟ دیوان عالی آمریکا گفته که این در حدود اختیارات رئیس جمهور آمریکا هست. سوال دیگه این بود که آیا این فرمان تبعیض آمیزه؟ آیا اینطور که مخالفان این فرمان به دادگاه شکایت کرده بودند و دادگاه به نفع اونها حکم داده بود، این فرمان به معنی تبعیض علیه شهروندان مسلمان هست؟ چون این کشورهایی که شامل این فرمان هستن شهروندانشون اغلب مسلمانند. دیوان عالی آمریکا گفت چون استدلال دولت آمریکا در وضع این فرمان استدلال امنیت ملی بوده و گفته این فرمان رو داره اینطور اجرا میکنه به خاطر که این کشورهایی که شهروندانشون هدف فرمان قرار میگیرن و نمیتونن روادید بگیرن، این کشورها همکاری اطلاعاتی با دولت آمریکا ندارن، دیوان عالی گفت طبق این استدلال این نقض قانون اساسی و نقض آزادی‌های دینی هم نیست. مخالفان از جمله 4 قاضی دیوان عالی از 9 قاضی استدلال کردن که اولا این فرمان یک شکلی و یک نقابی هست بر قول‌های انتخاباتی آقای ترامپ برای منع کامل ورود مسلمانان و همینطور اون رو مقایسه کردن با جمع‌آوری شهروندان ژاپنی و همینطور آمریکایی‌های ژاپنی تبار در دوران جنگ جهانی دوم که در اردوگاه‌ها جمع‌آوری شدن و بعدها دولت آمریکا بابتش پوزش خواست. ولی دیوان عالی گفته که در واقع 5 قاضی از دیوان عالی که اکثریت اعضای این دیوان رو داشتن گفتن که این فرمان دونالد ترامپ میتونه همینطور که هست اجرا بشه، همینطور که هست خلاف قانون اساسی نیست و در چارچوب اختیارات رئیس جمهور آمریکاست. هادی نیلی توضیح میداد. آزاده شهشهانی وکیل حقوق بشر از آتلانتا با ماست. خانم شهشهانی، آیا با این حکم دیوان عالی کار یکسره شده و جنجال ها تموم؟ بله، خب در آینده ممکنه یه رئیس جمهور دیگه این حکم آقای ترامپ رو برحال از بین ببره و همینطور هم در آینده ممکنه یه دیوان عالی این تصمیمی که امروز صادر کرد رو نقض کنه، همینطور که تو همین تصمیم که دیوان عالی درباره جلوگیری ورود از مسلمان ها امروز صادر کرد، تصمیمشون راجع به همین جمع‌آوری آمریکایی ژاپنی تبار رو اونو بعد از چندین دهه بالاخره نفی کردن. همینطور هم کنگره آمریکا میتونه یه کاری در این باره انجام بده و میتونه جلوی آقای ترامپ رو بگیره. در نتیجه به هر حال پایان داستان نیست. شما مخالف فرمان آقای ترامپ هستید بودید. دیوان عالی میگه که ادله کافی ارائه نشده که فرمان آقای ترامپ نقض کننده قانون اساسی باشه. نظر شما چیه؟ ترامپ کاملا مشخص بود از اول، حتی قبل از این انتخاب بشه گفته بود که میخواد یه کاری بکنه که جلوی ورود مسلمونا رو با آمریکا بگیره. اینو چندین بار گفته بود و به حال یکی از اولین کارهایی که کرد بعد از این انتخاب شد همین حکم رو صادر کرد. و اگه شما به حال این سخنرانیاشو نگاه کنین، توییتاشو نگاه کنین، خیلی مشخصه که هدفش از این چی بوده. در نتیجه هیچ شکی وجود نداره که
آقای ترامپ برای چی این حکم رو صادر کرده. در این چه من کاملا مخالفم با این تصمیم. نه شما میگید که هیچ شکی وجود نداشته. اگر اینقدر واضح بوده آیا واقعا دیوان عالی میتونسته چه این حکمی صادر بکنه؟ خب به هر حال تصمیمات دیوان عالی هم سیاسیه مثل هر چیز دیگه ای و این پنج نفر که این حکم صادر کردن خب همشون محافظه کارن و یکیشون آقای قاضی گورساچ و خود ترامپ به هر حال انتصاب کرده توی دیوان عالی. در نتیجه حالا ممکنه 10 سال دیگه 20 سال دیگه شاید 50 سال دیگه یه دیوان عالی در آینده این حکم تبعیض‌آمیز رو نقض کنه. صحیح. شما گفتید که نمیشه گفت این پایان کاره. کسانی که مخالف بودن با این فرمان آقای ترامپ چیکار میتونن بکنند؟ از همین امشب کسایی که توی آمریکا هستن حداقل در اقصانقاط آمریکا میتونن برن یه وبسایتی هست به اسم No Muslim Ban Ever میتونن چک کنن ببینن که کجا نزدیکشون یه تظاهراته. ما خودمون الان تو آتلانتا اینجا امشب یه تظاهرات داریم. من خودم الان یه تیشرتی پوشیدم بینندگانشون احتمال نمیتونم ببینن که روش نوشته No Muslim Ban Ever، یعنی که ما هیچ موقع این منظورتون این هست که از همین الان کسانی که کنشگر هستن، کسانی که فعال هستن میتونن و دارن این کار رو هم میکنن میتونن مخالفت بکنن، ولی منظور من اینه که بالاخره این کاریست که تموم شده از جهتی خودتون هم اشاره کردید. غیر از این کارها آیا هیچ دستاویز حقوقی وجود داره؟ هیچ کار دیگری میتونن بکنند؟ والا الان خب وکلا دارن راجع به همین مسئله با هم مشورت میکنن شاید بشه کارایی کرد، ولی الان کاری که جامعه آمریکا باید بکنن این که خیلی همونطور که ما دیدیم همون آخر هفته بعد از این صدور این حکم جلوگیری ورود از مسلمونا هزاران نفر تو آتلانتا 7000 نفر آدم ها اومدن بیرون و تظاهرات کردن. این کاری که ما باید الان بکنیم همین امشب برای اینکه نشون بدیم به ترامپ و دوروبریاش که ما هیچ موقع ساکت نخواهیم بود. سپاسگزارم از آزاده شهشهانی وکیل حقوق بشر از آتلانتا با ما. خب مثل روال شبهای اخیر سری میزنیم به جام جهانی فوتبال. فرانسه و دانمارک هم به جمع تیم‌های صعود کننده به مرحله بعدی جام جهانی فوتبال اضافه شدند. این دو تیم در بازی امروز به تساوی بدون گل رسیدند. پرو هم 2-0 استرالیا را برد و به این ترتیب فرانسه با 7 امتیاز تیم اول گروه شده و دانمارک با 5 امتیاز تیم دوم. از بازی‌های گروه دی از دقایق پیش آرژانتین به مسافه نیجریه رفته و ایسلند با کرواسی دیدار می‌کند. صعود کرواسی به دور بعدی مسابقات قطعی شده و 3 تیم دیگر یکی به دور بعد خواهد رفت. اما راه ایران در جام جهانی دیشب با تساوی 1-1 مقابل پرتغال به پایان رسید. متوقف کردن قهرمان اروپا و ستاره مانند کریستیانو رونالدو باعث شد ایران ودای تلخ و شیرین با جام داشته باشد. پوریا ژافره خبرنگار ما که به سارانسک روسیه رفته در این باره بیشتر توضیح داد. بله، ایران در سارانس از جام جهانی روسیه خداحافظی میکنه، ولی که مطمئنن دل مردم روسیه و همینطور بقیه تیم‌ها برای ایران تنگ خواهد شد به خاطر اینکه یک شرایط فوق‌العاده‌ای رو به وجود آوردن. حتی اینجا تو سارانس که واقعا کار سختی بود هتل پیدا کردن، اومدن رفتن بهش، قطارها، هواپیماها، تا همین دیشب ایرانی ها اینجا رو پر کرده بودن، با طرق مختلف خودشون رو اینجا رسوندن، حتی بعضیا ساعت‌ها رانندگی کرده بودن تا بیان و تیم ملی رو حمایت بکنن و در نهایت واقعا هم حضور تماشاگران هم حضور تیم ملی در روسیه کاملا آبرومندانه بود در خور فوتبال ایران، شاید بالاتر از سطح باشگاهی فوتبال ایران. و خب تماشاگران خیلی ناراحت بودن به خاطر اینکه همه احساس میکردن که با مرحله حسبی فقط چند سانتی متر فاصله داشتن. اگه که مهدی طارمی اون توپ رو یه مقدار شاید دقت بیشتری میکرد و زمینی میزد از کنار دروازه‌بان پرتغال وارد دروازه این تیم میشد، ایران برده بوده به عنوان سرگروه، حالا رفته بود در بندر سوچی با تیم روسیه روبرو بشه. همین مسئله بود که باعث شد که خیلی از هواداران ایران احساساتی بشن آخر مسابقه. گفتگوی چند تا از اونا رو با هم دیگه گوش می‌کنیم.
ما امروز مسابقه کردیم ولی واقعا بچه‌ها خوب بازی کردن، عالی بازی کردن. بازی قبلا باختیم ولی بازم ما برنده ایم. با این حال ما برنده ایم. ما هم خیلی خوشحالم رونالدو نتونست پنالتی رو بزنه ولی ما تونستیم. خیلی خوب بازی کردن بچه‌ها، خیلی عالی بود. بچه‌ها متشکرم. خب بهترین نتیجه جام جهانی بود ولی حس در صورت حس شدن آدمو ناراحت می‌کنه. یه غروری هم ولی باهاش هست، یه حس دوگانه‌ایه. سخت احساس می‌کنم یه صحنه‌ای توی این بازی بود و بازی قبلی که جام فراموش نمی‌کنه. یه حسرت یه کم شما می‌مونه. خیلی خوب بودن همه بچه‌ها، واقعا افتخار کردم به کیرونی هم ولی خیلی دلم سوخت و از این ناراحتم که نذاشتن که ما بریم بالا و واقعا به نظر من داوری خیلی خیلی بد بود تو این بازی. حق ما خیلی بیشتر از اینا بود ولی بازم ممنون از همه بچه‌ها، خیلی زحمت کشیدن. بله، بعضی هواداران احساساتی ایران بودن در پایان مسابقه با پرتغال. راجع به کارلوس کیروش که به نحوی میشه گفت ستاره تیم ملی ایران بود زیاد صحبت کردیم، اما فراموش نکنید که چندین بازیکن ایران هم واقعا بالاتر از سطح انتظار بازی کردن. اونایی که در اروپا هستند، خارج ایران بازی میکنن، مطمئنا با پیشنهادهای بهتری روبرو خواهند شد. تو خط حمله حداقل میتونم به کریم انصاری‌فر اشاره بکنم که در طول این بازی‌ها هر موقع که به زمین اومد یا در زمین بود فوق‌العاده بود. در دفاع میشه گفتش که پورعلی گنجی فوق‌العاده بود، همینطور مجید حسینی که یکی از پدیده‌های مسابقه بود جای روزبه چشمی رو گرفت. اونایی که تو ایران هم بازی میکنن قطعاً با پیشنهادهای بهتری روبرو خواهند شد، ولی یه نفر که تقریباً مطمئن هستیم که باشگاه بزرگ به دنبالش میان علیرضا بهرام‌وند دروازه‌بان پرسپولیس. بعد از این پنالتی که از کریستیانو رونالدو گرفت و تأثیر خوبی که در سه تا مسابقه در جریان بازی داشت، یه جاهایی اشتباهی رو انجام داد، دو سه بار توپ دستش در رفت، ولی که فیزیک واقعا مناسبی داره برای سنش، برای یک دروازه‌بان در موقعیت خیلی خوبی قرار داره که با پیشنهادهای خوب اروپایی‌ها روبرو بشه. پوریا ژافره گزارش میداد. بحث ماندن یا نماندن کارلوس کیروش در تیم ملی ایران هم یک بار دیگه بحث روز شده. گفته شده پیشنهاد فدراسیون فوتبال ایران به او ماندن تا پایان جام ملت‌های آسیا است که زمستان امسال در امارات متحده عربی برگزار میشه، اما خود اون خواهان قراردادی درازمدت‌تر تا جام جهانی بعدی است. آیا ایران باید کارلوس کیروش رو به هر قیمتی حفظ کنه یا زمان جدایی مربی موفق با تیم ملی ایران فرا رسیده؟ برای پرداختن به این موضوع پیام یونسی پور خبرنگار ورزشی رو از وین داریم و همینطور مهدی رستم پور خبرنگار ورزشی از کوپنهاگ. آقای رستم پور با شما شروع میکنم. فکر میکنید که عملکرد آقای کیروش رو تا الان که نگاه میکنیم موفقیت آمیز بوده به طوری که بشه برای 4 سال آینده هم روی اون حساب کرد یا زمان تغییر مربی ایران فرا رسیده؟ درود بر شما آقای فرزاد و بینندگان محترم. من حتی زمانی که تیم ملی ایران به لبنان باخت و همه تقریبا همه یک صدا خواستار پایان همکاری با کیروش بودن، توی همین مصاحبه با شبکه بی بی سی دفاع کردم و تاکید کردم که او میتونه فوتبال ایران ارتقا ببخشه و ارتقا بخشیده و منشأ خدمات بسیاری برای فوتبال ایران بوده، خدمت کرده بی گفتگو و بی قید و شرط به فوتبال ایران، به پیراهن تیم ملی ارزش داده و اتحاد و انسجام ایجاد کرده و تیم ملی هم شادی به لب‌های مردم آورده، کارگران، زحمتکشان جامعه، معلمان، کشاورزان، همه. در واقع اون کاری که سایر بخش‌ها و امور جامعه و امور مدیریتی کشور از انجامش باز موندن، فوتبال ایرانی روسا به نحو احسن انجام داده و تونسته نتایج رضایت بخشی به دست بیاره. اما همین ساعتی قبل آقای کیروش مصاحبه زنده ای رو انجام میده با شبکه سوم سیما، انتقادات تند و تیز به برانکو ایوانکوویچ و طبعا دوباره یک فضای تنشی که جهاله به همه جای دنیا خبرنگارا دوست دارن بیان اگر یک اتفاقی به وجود میاد به اون دامن بزنن. اینجا تو ایران واقعا خبرنگارا میخوان این اتفاق نیفته، دلشون نمیخواد این مصاحبه انجام بگیره، دلشون نمیخواد این وحدت، شادی، انسجام و اتحادی که توی فوتبال ایران پدید اومده از بین بره. ولی آقای کیروش دوباره همون کاری که همیشه انجام میداد و صحبت هایی که اصلا به نفع فوتبال ایران نیست، اونم توی شرایط فعلی تاکید بر اینکه مثلا برانکو بازیکنان اوکراینی آورده با هزینه زیاد، این اصلا به سرمربی تیم ملی ارتباطی نداره، همونطور که با آقای برانکو هم ارتباطی نداره. تیم ملی یک بازی تدارکاتی ننگین و پر ابهام رو با منتخب محلات سیارالون انجام داد. یا مثلا آقای کیروش میگه که شما رامین رضاییان از پرسپولیس انداختی بیرون، خب جزو برنامه‌اش نبوده، نخواسته. این به سرمربی تیم ملی ارتباطی نداره.
همونطور که به برانکو هم ارتباطی نداره، محمد رضا خانزاده 3 تا تورنمنت در کنار تیم ملی بدون حتی یک ثانیه بازی و سید جلال حسینی بله. کنار میاد. یه نکته دیگه هم بگم، آقای کیروش میگه که علی کریمی در جام جهانی با لگد زد به کلمن. خیلی کار اشتباهی کرد کریمی، ولی کریمی مرد سال آسیا بود، اما در بازی بعدی برانکو گذاشتش کنار جلوی آنگولا. خب تو همین جام جهانی هم میلاد محمدی اون اوت و انداخ که خب دستمایه طنز شد تو دنیا، اما بازی بعدی دوباره کیروش ازش استفاده کرد، یا بین عزت اللهی و بیرانوند اون حرکت پیش اومد. یعنی این اتفاقات میفته و نباید منشأ تنش و درگیری باشه بین مربیان در فوتبال ایران که باشگاه ها هم دارن به تیم ملی خیلی کوتاه. آقای رستم، چون فرصتمون کمه، پاسخ منو بدید، 4 سال دیگه میخواید این شور رو در سمت مربیگری تیم ملی ایران ببینید یا نه؟ من دوست دارم که ایروش بمونه، اما با این تنش ها و با این درگیری ها و با این اتفاقات طبعا اولین لطمه و صدمه به تیم ملی میخوره. یه نکته هم فقط بذارید برم پیش آقای یونسی پور، برمیگردیم پیش شما. آقای یونسی پور خیلی وقت منتظر هستن. آقای یونسی پور، نظر شما چه است؟ برای 4 سال دیگر آیا این برش رو داره مربی فعلی تیم ملی ایران تا تیم رو به جام جهانی بعدی هم برسونه، یا زمان اون هست که یک مربی جدید بیاد و کار رو ادامه بده؟ سلام به شما مهدی رستم‌پور عزیز. من دو تا ابهام دارم در مورد ادامه همکاری کالوس کیروش با تیم ملی فوتبال ایران. با بخش اعظمی از صحبت‌های مهدی رستم‌پور عزیز موافق هستم، و این مسئله که خب نمیدونم واقعیتش اینه که اصلا ما در آینده می‌خوایم با کالوس کیروش نه به مدت مثلا 6 ماه تا با جام ملت‌های آسیا تا 4 سال دیگه با این دعاوی پیش بریم. و کلاً ببینید امروز نه تنها فقط به برانکو ایوانکوویچ که حتی به وینفرد شفری که بارها ازش حمایت کرده تاخته و گفته من هرگز برادرم، یعنی برانکو ایوانکوویچ و پسرم، یعنی وینفرد شفر که پسر خودش رو ساشا رو آورده توی تیم، میدون ندادن و این کارو نکردن و تیم ملی و محل تجارت خودم نکردن. این مسئله واسه من ابهامه که ما میتونیم 4 سال با این تنش ها بریم جلو. اصلا فدراسیون فوتبال ایران نشون داده دیگه، ابهام نیست که نمیتونه واقعیت این بحران ها رو جمع بکنه. با توجه به شخصیتی هم که از آقای مهدی تاج سراغ داریم، آدمی هستش که خودش رو عقب میکشه همیشه از این دعاوی. و یه مسئله دیگه ای که بهش میخوام اشاره بکنم و خیلی سریع این هستش که کارلوس کیروش یه انگیزه های مشخصی داشته، دوست داشته که 4 بار حضور در جام جهانی رو تجربه بکنه که کرده، و حالا میخواد اولین مربی و تنها مربی باشه در حقیقت که 5 جام جهانی رو توی کارنامه خودش داشته. ایران واسهش فرصت بسیار خوبیه، میدونیم 2 پیشنهاد غیر رسمی دیگه هم داره برای مربیگری در تیم ملی. ولی کارلوس کیروش زمانی که به این آرزوی خودش برسه آیا باز هم انگیزه‌ای خواهد داشت؟ این دوتا رو که میذارم کنار هم دیگه و البته موفقیت‌هایی که به دست آورده، دوچار یک فضای پر ابهام میشن که اصلا ما میتونیم 4 سال دیگه با کارلوس کیروش همکاری داشته باشیم یا نه. آقای رستم‌پور، یه بحثی که الان به نظر میاد وجود داره اینه که به هر حال پیشنهادی به ایشان شده از سمت تیم ملی. سوال این هستش که آیا تا بازی‌های آسیایی در امارات در زمستان باقی بمونه یا تا جام جهانی بعدی؟ به نظر شما آیا تیم ملی باید پافشاری بکنه برای همین مدت کوتاه 6 ماهه تا بازی‌های امارات، یا نه باید قبول بکنه که برای 4 سال آینده رو داشته باشه؟ اونچه که مشخصه کیروش رضایت خودش رو اعلام کرده که ادامه همکاری بده و مردم هم خوشحالن. من به عنوان یک خبرنگار عاشق تیم ملی کشورم هم دوست دارم کارلوس کیروش بمونه جام ملت ها، فرصتی ما نداریم تاش. اما آقای کیروش تاکید میکنه که در واقع لیگ باعث شده، مشخصا برانکو لیگ باعث شد، برانکو باعث شد ما اسپانیا و پرتغال رو شکست ندیم. خب این قابل اثبات نیست. مگه رضا قوچان نژاد، سامان قدوس، اشکان دژاگه، امیر عابدزاده، خود علیرضا جهانبخش با اون کارنامه درخشان در هلند، اینا که تو لیگ ایران نبودن. آقای کیروش در قبال حاشیه‌های متوالی سردار آزمون هیچ وقت واکنش درستی نشون نداده، و این الان همین امروز تو شبکه‌های اجتماعی شما احتمالاً دیدید که چه خبره، و این هم میتونه به انسجام تیم ملی لطمه بزنه. یعنی خب اینا که لژیونر هستن خارج از چارچوب فوتبال ایرانن. ما میدونیم لیگ واکنشا بعد از یه بازی‌های مهمی مثل این در شبکه‌های اجتماعی که قابل پیش‌بینی هست، تعجب نداره، یه عده موافقن یه عده مخالف، ولی خیلی ها هم دارن میگن که آقای کیروش نتیجه مثبتی داشت، چیزی که تیم ملی که آورد بیشترین توانی بود که میشد از یه تیمی مثل تیم ایران انتظار داشت. قطعاً همینطور، کارنامه موفق، و اگر این وفاق و اتحاد و انسجام بین لیگ، اون چیزی که ما داریم با تمام ضعف‌هاش و کمبودهاش، از دل همین لیگ بیرانوند، مجید حسینی، روزبه چشمی، وحید امیری، امید ابراهیمی، اونا اومدن به تیم ملی کمک کردن، البته در تیم ملی هم ارتقا پیدا کردن، اصلا تردیدی در این وجود نداره.
اگر این وفاق از بین بره، ما این چند ماه تا جام ملت ها چون پرسپولیس استقلال لیگ قهرمانان آسیا هم دارن انقدر تنش‌زاست. خب معلومه که میناوند هم میخواد واکنش نشون بده، علی کریمی هم جواب بده، از اون طرف خیلی هم هستن از کیروش دفاع میکنن. ما نمیخوایم جنگ داخلی در فوتبال ایران ایجاد بشه. ما برای موفقیت در جام ملت ها که بعد از انقلاب هرگز این اتفاق نیفتاده، از 1976 اگر میخوایم طلسمو بشکنیم باید رویه سابقو بذاریم کنار و با اتحاد و انسجام، چون غلبه بر ژاپن، استرالیا، عربستان، امارات که خونه میخواد میزبانی کنه جام ملت ها و کره جنوبی اصلا به هیچ وجه ساده نیست، خصوصا با این رویه ما شانسی نخواهیم داشت مگر اینکه این دعواها تموم بشه و کیروش و برانکو و شفر و بقیه مربیای داخلی دست دوستی به هم بدن. ما خبرنگارا هم وظیفه داریم حمایت میکنیم تیم ملی رو تا بتونیم تو جام ملت‌ها طلسمو بشکنیم. آقای یونسی پور 30 ثانیه فرصت داریم، به نظر شما میتونیم با کارلوس کیروش طلسمو بشکنیم یا نه؟ با این کارلوس کیروش و با این تفکراتی که الان داره باش میره جلو فکر میکنم مانع میخوریم. ببینید من یه مثال خیلی ساده بزنم. دیشب هواداری فوتبال ایران در خیابون‌های تهران و همه شهرهای ایران عذر میخوام به خیابان‌ها اومدن، شادی کردن بابت نتیجه‌ای که به هر حال عملکرد تیم ملی ایران همین امروز ساعتی دقایقی بعد از اینکه کارلوس کیروش این حملاتو داشتش در مقابلش موضع گرفتن. حساب بکنیم یک ماه دیگه، دو ماه دیگه، سه ماه دیگه بگذره و اصلا کاری که امروز کارلوس کیروش داره میکنه بازداشتن بازیکنهای برتر فوتبال ایران برای حضور در باشگاه استقلال پرسپولیس هستش. هواداران مقابل این مسئله قطعا واکنش نشون میدن. من نمیدونم کارلوس کیروش که امروز یه بسته پیشنهادی خوب برای همکاری تا پایان جام ملت‌های آسیا به صورت قطعی و احتمالا تا جام جهانی آینده به صورت پیش شرط پیش روی خودش داره، چرا امروز باید مقابل برانکو ایوانکوویچ، وینفرد شفر، امیر قلعه‌نویی، کرانچا و تمام مربیانی قرار بگیره که میتونن عصای دستش باشن و از سوی دیگه همه هواداران فوتبال ایران رو که شاید میشه گفت بیش از 30-40 میلیون نفر باشن علیه خودش بشورونه. میگم من ابتدای عرایزم گفتم فضایی که الان به وجود داره میاد فضای پر ابهامیه، نمیدونم واقعا حضورش یا عدم حضورش کدوم یکی بیشتر به سود فوتبال ایران خواهد بود. پیام یونسی پور از وین و مهدی رستم‌پور از کوپنهاگ، خبرنگاران ورزشی، ممنونم از هر دوی شما آقایون. خب در این مدتی که مسابقه انجام میدادیم بازی آرژانتین و نیجریه در جریان بود، هنوزم هست. تا اینجا بازی با گل لیونل مسی در دقیقه 14 1-0 به نفع آرژانتینه. فرصت جام جهانی در این برنامه تمام میشه، برمیگردیم به سوی دیگر استودیو با جمال موسوی. پورتری هنریتا لکس در موزه ملی پورتری آمریکا به نمایش گذاشته شد. خانم لکس بیش از 60 سال پیش مرده، بدون آنکه بداند در پیشرفت علم پزشکی موثر بوده. سلول‌های سرطانی دهانی رحم او در تحقیقات پزشکی بسیاری از جمله ساخت واکسن فلج اطفال استفاده شده. سام فرزانه در گزارشی که از واشنگتن فرستاده درباره اهمیت داستان خانم لکس در علم پزشکی و اخلاق پزشکی می‌گوید. پورتری زنی مذهبی که کتاب مقدس را سپر عضو سرطانی بدنش کرده. به نشانه سلول‌های سرطانی برداشته شده از دهانه رحمش، دو دکمه از لباسش کم شده. طرحی از گل زندگی بر دیوار پشت سرش به نشانه بیمرگی آن سلول‌ها. و کلاهی چون حاله نور قدیسان بر پشت سرش، نمادی از جاودانگی و کمکی که به بشریت کرده. تصویری از هنریتا لکس، زنی که سلول‌های بدنش پایه بسیاری از تحقیقات پزشکی بوده، از فلج اطفال تا سرطان، ایدز و غیره. دانشمندی در بیمارستان جانز هاپکینز بدون اطلاع خانم لکس سلول‌های سرطانیش را برداشت و در محیط آزمایشگاهی کش داد و یکی از نخستین رده‌های سلولی نامیرا را برای تحقیقات به وجود آورد که هنوز از آنها استفاده می‌شود. ما شدیداً تلاش می‌کنیم داستان زندگی کسانی رو بیاریم که در حاشیه تاریخ بودند، کسانی که به علم پزشکی، فرهنگ و تاریخ در آمریکا کمک کردند و کسی اسمشون رو نمی‌دونه. حالا اون اینجاست با داستانش که هر دانش آموزی که پایش رو به موزه ما می‌گذاره با اون آشنا بشه. داستانی که هنوز به کتاب‌های مدرسه راه نیافته. بدن هنریتا لکس در قبری بی‌نشان دفن شده، اما بعد از گذشت 6 دهه از مرگ او
پیدا کردن رد سلول‌هایش سخت نیست. مثلا در این آزمایشگاه دانشگاه جورج میسن که دکتر فتاح کاشانچی از سلول‌های هیلا گرفته شده از بدن هنریتا لکس برای پژوهش‌های مربوط به درمان سرطان و ایدز استفاده می‌کند. سلول‌های هیلا و خیلی از سلول‌های دیگه، ولی مخصوصاً هیلا، از یه دونه که میشن دو تا سل، سلول‌ها قیافه‌شون عوض میشه و گرد میشن الان. و توی این مرحله گردی هستش که دیگه نمی‌چسبن. برای همین این دو تا سلول‌ها که نچسبیدن الان راحت میتونن پخش بشن. ببین، قبل از اینکه ما وارد موش بشیم یا قبل از اینکه وارد قسمت‌های بدن انسان بشیم، باید یه سری از کارامونو در توی تست تیوب و بیرون از بدن انجام بدیم. شما یکی دو تا از این چیزایی که پیدا کردید اینا رو میبرید توی موش، و یکی یا دو تا از اون چیزایی که پیدا شد در موش رو میبرید به انسان. نتیجتاً شما میخواید اول سوالای زیادی انجام بدید، باید سلولای استفاده کنید مثل هیلا که راحت رشد کنن بیرون از بدن. سلولهای سرطانی هنریتا لکس در بیمارستان دانشگاه جانز هاپکینز از بدنش جدا شد و کمک بسیاری هم به علم کرد. برای همین هم این پلاک یاد بود رو برای خانم لکس در بیمارستان نصب کردند. اما در این حال چون این کار بدون رضایت و اطلاع خانم لکس بود، این سوال هم مطرح شده که حد و حدود اخلاقی چنین کاری کجاست و محققان و پزشکان در مواردی از این دست باید چه بکنند؟ در مرکز درمان سرطان در بیمارستانی دیگر به دیدار دکتر مهسا محب‌تاش می روم که داروهای جدیدی را برای درمان بیماران آزمایش می کند. معمولاً اولین بار این توسط پزشک به مریض توضیح داده می شه و اگر علاقه مریض داشته باشه که در اون تحقیقات شرکت کنه، ما به صورت نوشتاری یک فرم های رضایت رو تهیه کردیم که همینطور که میبینین شامل همه چیز میشه و توضیح میده که چرا این تحقیقات داره انجام میشه، توضیح میده که چه روشی استفاده میشه، فرقش با روش استاندارد معمولی چی هست، نتیجهش برای کیا کاربرد داره و احتمالا مثلا چه خطراتی امکان داره برای اونها داشته باشه. و این فرما قاعدتا از یکی دو صفحه هم بیشتره دیگر. این چیز مثلا این به طور متوسط 28 صفحه است. البته همشون به این طولانی نیستن، ولی بستگی داره که چقدر مسئله پیچیده باشه. شما حتی وقتی که میخواید یک عضو مشکل دار رو، یک بخشی از بدن که اون بیماری بهش صدمه زده، اون رو هم از بدنشون بیرون بیارید، باز هم باید همینطور ازشون اجازه بگیرید، نه؟ بله درسته. بعد اینکه متعلق به بیماره و بعد با اجازه اون باشه. چهار اصل کلی تحقیقات پزشکی، یکیش حق اختیار مریضه که مریض حق انتخاب داره، یکیش سودرسانی تحقیقات پزشکی، یکی عدم ضرر و آسیب نزدن به مریضه و گروهی از مریضاست، و آخریش که عدالت، که شما تحقیقات پزشکیتون باید عوارض و سود تحقیقات رو به صورت مساوی بین شرکت کننده ها تقسیم کنند. تحقیقاتی که با سلول‌های بدن هنریتا لکس انجام شده برای او سودی نداشت، اما به نمایش گذاشتن پورتری از او در یکی از موزه‌های ملی آمریکا گامی برای اجرای عدالتی دیر هنگام است. سام فرزانه، بی بی سی در واشنگتن. به این ترتیب می‌رسیم به پایان این 60 دقیقه. شب و روز بر شما خوش. هودکان، کوچولوهای مامانی تو دل برو، یا منبع بی پایان گریه و جیغ و داد. چه کسی می داند در ذهن این فینگلی های دوست داشتنی کوچک چه می گذرد؟ آنها توانایی هایی دارند که ما بزرگ سالها از دست داده ایم. در این برنامه به شما نشان می دهیم که برای من چه اتفاقی می افتد و بچه بودن از دید خود بچه یعنی چه.
این دنیای پنهان کودکان است. مثل خوابه؟ نه، مثل هیچی نیست. باید بیای ببینیش، باید کنارش بشینی. یه پلیکان اومده، پلیکان. په مثل پلیکان. مریم چرا زانست تو با افسون و لبخندی؟ فیلمی از پرویز کیمیاوی این هفته در آپارات.